شما فکر میکنید در آینده نزدیک حالا در هر سطحی یا لول مختلفی ما شاهد حضور بازیکنان ایرانی یا ایرانی تبار باشیم، زنان یا دختران ایرانی یا حتی مردها و پسرها؟ من نمیدونم که واقعا کسایی هستن در امریکا که چه خانم ها و چه آقایون که فوتبالشون در سطحی هست که بتونن که با یه تیم پروفشنال بازی کنن یا نه. ما توی الی بلوز داریم آقایون ایرانی که بازی میکنن. البته الی بلوز همچنان تیم آماتور هستش و حالا برنامه هایی داره که به تیمای پروفشنال بپیونده، ولی در خانم ها من ندیدم و تبلیغ هم میکنیم، خواهش هم میکنیم اگر کسی هست که واقعا میتونه شرکت کنه بیان امتحان بدن، با مربی صحبت کنن، ولی متاسفانه تو حالا کسی نبوده و خیلی دلمون میخواد که مخصوصا تو خانم ها اگر هستن ایرانی امریکایی ها یا ایرانی هایی که میتونن اینجا باشن و بازی کنن، خیلی خوشحال میشیم که بتونیم اونها رو به تیممون بیاریم. شما خب علاقه بسیاری به ورزش و فوتبال دارید، در برنامه‌های مختلف مشارکت داشتید. فکر می‌کنید که روزی برسه بتونید در ایران این سرمایه‌گذاری‌ها رو انجام بدید؟ اصلا علاقه‌ای دارید که روزی در برنامه اونجا مشارکت داشته باشید؟ والا اگر که امکانش باشه و روزی بیاد که امکانش باشه، چرا که نه. متأسفانه اون روز حالا نیستش، ولی میتونم بهتون بگم که از خانم ها گذشته ما از طریق تیم الی بلوز چند بار از بازیکنان عزیز تیم ملی ایران دعوت کردیم که اینجا تشریف بیارن مهمان ما باشن و متاسفانه تا حالا نشده. من یکی از آرزوها و هدفام اینه که بتونم یه روزی تیم ملی ایران رو اینجا ببینم و مطمئنم که مردمی که اینجا هستن فوق العاده از این موضوع لذت میبرن. ولی در ایران این کارو کردن الان موقعش نیست، ولی اگر موقعش باشه حتما، چرا که نه. شما در حال حاضر خوب اشاره کردید به نقشی که در الیسول دارید از نظر مدیریتی و تجاری، که از سهامداران این باشگاه هستید. برنامه های آینده تون چه هست؟ فکر میکنید که حضور شما در قسمت مدیریت ورزشی تا کجا ادامه داشته باشه؟ والا من فکر میکنم که آینده تیم حرفه‌ای خانم ها روشنه در امریکا، چون همونجور که میدونین دخترها و نوجوانها اینجا بیسیکلی توی کلوپا بازی میکردن و بعد هم در کالج و دانشگاه. تا پارسال که این لیگ پروفشنال دوباره پا نگرفته بود، جایی نبود که بتونن بالاتر از اون برن و ادامه بدن به برنامه های فوتبالشون و بازی کنن. حالا این موفقیت میتونن داشته باشن، این موقعیت پیش اومده که بتونن که بعد از کالج هم ادامه بدن، حالت حرفه‌ای بتونن که آینده درخشان درش داشته باشن. تعداد دخترایی که در امریکا فوتبال بازی میکنن فوق العاده زیاده و از اون گذشته فوتبال رو از بازی های تیمی دیگه بیشتر دوست دارن. میبینین هم که موقعی که به استادیوم میان پدر مادراشون هم با خودشون میارن. در نتیجه فوتبال خانم ها یک ورزش خانوادگی شده. در نتیجه اگر که امور اقتصادی خود کمک بکنه و تغییر کنه، من فکر میکنم که امیدوار هستم، یکی از هدفهای ما این هستش که بتونیم که دخترها رو تشویق کنیم که به این حرکتی که شروع شده بپیوندن و انشالله این بار این لیگ حرفه‌ای خانم ها باقی بمونه و مثل قبل از بین نره. خانم مریم منصوری از شرکتتون در برنامه شباهنگ سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. روز خوبی در لس آنجلس. خیلی متشکرم، مرسی از شما. با سپاس.